سلام مجدد به بینندگان خوب تلویزیون عصر امروز. طبق هر چهارشنبه در کنار دوست و همکار نازنینم غزاله جهانفنا، خوش آمدید. قربونتون برم. با سلام به شما بینندگان عزیز، امیدوارم که در هر کجا که هستید روز و روزگارتون واقعا خوش باشه، سلامت باشید و دوستانی ما که در منطقه لس آنجلس زندگی میکنن امروز اولین روز پاییزی بارونی رو دارن، در واقع داریم و یه روز قشنگ بارونی هست و واقعا من داشتم توی را میمدم از این هوای زیبا و از این بارون کلی لذت میبردم. واقعا منم همینطور. با مریم جون تو ماشین بودیم. بله. این شانس رو دارم موقعی رفت و برگشت با بله. مریم جون همراه هستم تو ماشین، گفتم دیگه هوا از این قشنگتر میتونه باشه، زیباتر، تمیز، بارندگی، نه سرد آنچنانی. بله. نه گرم، خدا کنه همیشه همینطور باشه. البته هوای بارونی من زیاد دوست ندارم. راست میگی؟ بعضی موقع خوبه ولی همیشه نه. اگه مرتب پشت سر هم مثلا یه هفته دو هفته بارونی باشه من دیپرس میشم، خیلی دلم میگیره، یه ناخودآگاه یه غمی. اتفاقا مریم جونم میگفتش که تو این هوا آدم فقط خوشیش به اینه که رانندگی بکنه و زیر این بارون، و گفتم باره بچه آدم بره یه جایی بشینه و یه کافی بخوره و میدونین اون مطلوبه میچسبه. آره ما خلاصه احساس کردیم که پاییز شده واقعا، بعد از این همه مدت که از فصل پاییز داره میگذره امروز اولین روزی که آدم احساس میکنه در لس آنجلس هوا پاییزی شده. و خب انشالله که هر روز روزتون قشنگ و زیبا باشه. واقعا الهی که هر روز روزتون بهاری باشه، دلتون بهاری باشه و قشنگ و زیبا مثل برک های پاییز هم رنگارنگ باشه. ببینید چه پشت سر ما عکسی گذاشتم، فوق العاده زیباست. شما فکرش بکنید دلتون نمیخواست بغل از اون شومینه میشستین، یه لیوان کافی هم دستتون بودش، با دوستان خوب گل میگفتی و گل میشنیدی، یه موزیک زیبا هم میشنیدی، چقدر رومانتیک. خب باید الان هم نشستیم دیگه با یک دوست خوب و با دوستان عزیز که در منزل هستن، که واقعا همه شون رو من دوست دارم. مرسی از این که بیننده برنامه ما هستید، مرسی که از این که با همین گپ خودمونی که با هم میزنیم و در این برنامه واقعا از همه دری سخنی میگیم، از هر جایی درد دل میکنیم حرف میزنیم، واقعا ممنونم که شما حرفای ما رو میشنوید، گوش میکنید و بعضی موقع هم عمل میکنید. من یه تشکری داشتم از دوستان عزیز که در هفته گذشته که در مورد واقعا سگای ایران صحبت کردم، دو تا عزیز واقعا سورپرایز شدم، فکر نمی کردم، به من زنگ زدن و مقدار پولی رو برای سگها اختصاص دادن. خوشحالم از این. بله. و برای من چک فرستادن و یک فرد هم برای من که از دوستانم برای من ونمو کرد که من این پولا رو به خواهرم دادم، دارن میرن ایران فردا صبح که برن و بر این به این حمایت سازمان هایی که مخصوص حمایت از حیوانات در ایران هست اینا رو ببخشن و رسیدش و فیشش رو هم برای من قرار تکس کنن و من هم برای دوستان بفرستم. واقعا خوشحال شدم، واقعا دستتون رو میبوسم، مرسی از این که اهمیت میدید، مرسی از این که هستید، مرسی از این که واقعا بیننده برنامه ما هستید و چیزایی رو که باهاتون شیر میکنیم بدونید تمام از دل هست و واقعا صمیمانه هست و من خودم چیزایی رو که بهش اعتقاد دارم رو یا فکر میکنم درست هست رو دلم میخواد که با دوستان عزیز شیر کنم، همین واقعا. و باز هم تشکری دارم از دوستانی که این برنامه های ما رو میبینن، امیدوارم که بتونه همیشه یه راهی، یک به قول معروف میگه حتی یک نفر هم این صحبت های ما مفید براش واقع بشه، من خوشحال هستم. دقیقا. من شنبه شب در یک محفل خیریه بودم، جای شما بسیار خالی، برای بچه هایی که ادابت میخوام بکنن از طریق ایران، جمعی بود، جمعی بسیار زیبا و قشنگی بود واقعا.
جاش ما بسیار خالی بود و یکی دو تا از بینندگان خوب ما در اون محفل بودن و آمدن جلو، کلی واقعا محبت کردن و محبت خودشونو نشون دادن و گفتن که ما خالصانه برنامه‌های تلویزیونی شما رو به خصوص با تمام افرادی که در کنارتون هستن دوست داریم و علاقمند هستیم که ببینیم. و میدونید چی گفتن به من؟ گفت دلیلش این که برای اینکه شماها خودتون هستین. آدم احساس میکنه که در یک منزلی، در جایی، در کنار یک دوستی نشسته و داره با دوستش درد و دل میکنه. واقعا جای خوشحالیه، خیلی جای خوشحالیه. خدا رو شکر. مرسی از اینکه شما این همچین به قول معروف محیطی رو برای کسانی که برنامه با شما دارن واقعا جور میکنین. اون حس صمیمیتی که خود شما دارید واقعا به افرادی که در کنارتون هستن میشینن و برنامه دارن القا میکنین و اونها هم به قول چیزی که از هر سخنی که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند هست. واقعا دقیقاً. خب امروز در مورد چی صحبت کنیم؟ هرچی که شما دوست دارین، در مورد کارتون، در مورد مسائل نمیدونم اجتماعی، روزانه، هرچی که دوست دارین. واقعا من یه قولی به یکی از دوستام دادم که با اجازه شما در برنامه این هفته در مورد یکی از چیزهایی که ممکنه جامعه ایرانی ما و ما مردم میدلیست علل خصوص به خاطر بکراند اسلامی که داریم و اون امر به معروف و نهی از منکر هست که در واقع یکی از خصوصیات، یکی از کارهایی هست که در دین ما انجام میشه، ولی متاسفانه این به صورتی در جامعه ما واقعا میتونم بگم ریشه دوونده که ما دیگه به خودمون خیلی وقتها متاسفانه اجازه میدیم که به حریم خصوصی افراد وارد بشیم و این واقعا یکی از کارهای بسیار بسیار نادرستی هست که بعضی از اوقات واقعا ماها به خاطر اون محبت، عشق و علاقه‌ای که به افراد داریم میخوایم که نصیحت کنیم، میخوایم که تذکر بدیم و میخوایم که واقعا از روی بیشتر اوقات از روی بدجنسی یا از روی اینکه بخوایم یک حرفی رو به یک نفر رو ناراحت کنیم نیست، اکثر اوقات از بیشتر اوقات میتونم بگم از راه دلسوزی هست. ولی این دلسوزی های بیجا یا نامناسب در وقتش باعث دلخوری و دلازاری افراد میشه و ما خیلی راحت دوستان و عزیزانی رو که واقعا ممکنه قلبن بسیارم دوستشون داریم رو با حرفامون، با بحثمون، با چیزی که در واقع مربوط به ما نمیشه آزردشون میکنیم و حریم در حقیقت خیلی مخشین همش میخوان دماغشون تو زندگی مردم باشه و همون نگاه کنین حریم خصوصی خیلی واقعا چجوری بهتون بگم، خیلی راحت و خیلی بیشتر اوقات ناآگاه ما این رو پس میکنیم. خیلی باید مواظب خودمون و صحبت کردنمون و حرف زدنمون که در کجا و با کی و در چه شرایطی و در چه موقعیتی و با چه کسی این رو صحبت میکنیم. خیلی مؤثر هست. به طور مثال یا یک خانمی رو میبینیم که مثل من چاق شده، خب دیگه غذا خوردم چاق شدم، اینو شما بدونین عزیزان اولین کسی که متوجه چاقی خودش میشه خود فرده، اولین کس خودشه. من هستم که اگر که یک پوند اضاف کنم متوجه میشم، چرا؟ میبینم لباسام تنگ شده، میبینم در گوشت بیشتر رو تنم هست و صورتم بافت داره. ولی به نظر من یک دوست عزیز توی یک جایی که منو میبینه اصلا درست نیست بیاد بگه غزاله چقدر چاق شدی. خب اون لحظه اون نمیدونه ممکنه این مریض، این چاقی من در اثر بیماریه یا در اثر پرخوریه یا در هزار و یک نوع دلیل ممکنه این چاقی من
وجود داشته باشه که اون فرد از این بیخبره و مطلع نیست که آیا این تاق شدن من به چه دلیلی هست. ولی ایشون با اون سوالی که از من علل خصوص در جمع میکنه، من ناخودآگاه آزرده میشم. چرا؟ چون که بدونید هر کسی هر کاری رو انجام میده، اول خودش چه خوب چه بد، اول خودش متوجه هست. و ما فقط تنها میتونم بگم وظیفه داریم به فرزندانمون، اون هم نه به صورت مرتب تکراری و مثل دارکوپ مرتب تکرار 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 کردن، با به فرزندانمون یاد بدیم، به فرزندانمون گوشزد کنیم یا به فرزندمون نصیحت کنیم. ولو غیر دیگه نمیتونیم به هر کسی در هر جایی بیایم و عقیده شخصی خودمون رو بگیم، چون به نظر من nobody's perfect. شما یک فرد پرفکت رو انتخاب کنید که بگین این از همه لحاظ همه چیاش درسته، واقعا هیچ کس نیست. تنها ممکنه افراد در جنبه‌های مختلفی بهتر از دیگری باشن یا متفاوت باشن، ولی هیچ کس همه کاراش، همه برخورداش، همه شخصیتش، کاراش هیچ وقت بالاخره یه جایی یه چیزی رو داره اشتباه میکنه، یا این اشتباه عمدیه یا این اشتباه غیر عمده. بنابراین وظیفه من دوست، من فامیل، من همسایه، من غریبه نیست که به اون فرد بخوام این رو گوشزد کنم یا یادآوری کنم یا به رخ به روش بیارم. این بهش میگن تجاوز در حریم شخصی افراد. البته گاهی اوقات بعضی از دوستان هستن خودشون دلشون میخواد راجع به زندگی خودشون با کسی صحبتی بکنن. Exactly. اونجا هست که آدم وظیفه خودش میدونه که راه درست رو در اختیارش بذاره و حالا آیا قبول بکنه یا قبول نکنه. بله. ولی نه اینکه کاسه داغتر از آش آدم بشه. بله. که بخواد برای کسی تعیین و تکلیف مشخص. بله. بکنه. اگر ازمون با همون جوری که شما خیلی قشنگ فرمودید، اگر ازمون سوال میکنه کسی، بله، ما میتونیم در جوابش بهش کمک کنیم یا نظرمون رو بگیم. به طور مثال من از شما میپرسم که آیا این بلوز من امروز قشنگ هست؟ به نظر شما بلوز قشنگیه؟ شما میتونید به من نظر خودتون رو بگید، بالا بگید یا قشنگه یا قشنگ نیست. ولی به ابتدا به ساکن این در واقع تجاوز به حریم شخصی یک فرده یا واقعا پوسته روح و روان اون فرد رو ما خدشه‌دار میکنیم. زمانی که قصد این چه بلوزی پوشیدی، خیلی زشته، خیلی اصلا هم بهت نمیاد. و متاسفانه ما خیلی خب میدونیم بعضی زبون تلخ دارن اصلا. بله. باور کنید تو رابطه ها و تو معاشرت ها همش میخوان اون تلخیشون رو به دیگران منتقل بکنن. بله. و واقعا خیلی جالب هست، من یک سری مقاله هایی در دنیای مجازی میخوندم که خیلی جالب بود. نوشته بود که اگر که خانمی با کفش پاشنه بلند به پارک میره به ما ارتباطی نداره، اگر یک نفر موهاش رو اونجوری که خودش دلش میخواد آرایش کنه آرایش میکنه به ما ارتباطی نداره، اگر فردی هر جوری که لایف استایلش یا سیستم زندگیش هست رو یا اون طوری که ما فکر میکنیم درسته انجام نمیده، زندگی خودشه، به ما هیچ ارتباطی نداره. ما واقعا باید مخصوصا کسانی که حالا ما توی یک کشور آزادی مثل آمریکا زندگی کردیم و خب یه مقدار این در واقع این کالچر آمریکایی یا کالچر خارجی در واقع در کالچر ما هم قاطی شده و ما یه مقدار زیادی واقعا یاد گرفتیم خیلی چیزا رو از محیط که کمتر تو کار افراد دخالت کنیم، کمتر به آدم ها نگاه کنیم. به طور مثال ما ایرانی ها کلن عادت داریم وقتی که یه نفر رو میبینیم کلن خیلی زیاد نگاه میکنیم نگاه، ولی اصلا این تو روی کالچر اینجا نیست که زیاد به افراد نگاه کرد. اگر زیاد نگاش کنی میتونه بیاد به تو در واقع اختاریه بده و به تو بگه تو به چه دلیل داری قد نگاه من میکنی. این هست که ما کم کم این ببخشید من چشم نمیدونم یه چیزی همزه توش درد گرفته، این کارو ما انجام
خیلی کمتر میدیم، ولی میخوایی یه برکی کوچولو بدین تا این کشون خواهش میکنم. آره یه چیزی آرامش پیدا بکنه. بله. مریم جو اگر میشه یه برکی کوچولو به ما بدین. بله من چون داشتم میومدم متاسفانه نمیدونم یه چیزی رفته تو چشم حتی موجت رفته. آره فکر میکنم. بله خب یه جاده پهن کن تو دلت، گازشو میگیرم بیام، نمیدونی تازگیام، خوابتو میبینم زیاد. یه خونه تو قلبم بساز که خونم رنگین کنه، وقتی که نیستی نبوده که اذیت میکنه. یه جوری تو قلبم گم شو که دسته هیچ کسی بهت نرسه، یه کاری یه راهی یه جوری که من فقط دست خودم برسه. یه جوری تو قلبم گم شو که هیچ کسی دیگه پیدات نکنه، آخه تو رو هر کی میبینه نمیشه یه عمری نگات نکنه. میبارم اگه بارون و پاییزی بخوای، من جونم رو میدم برات، از من اگه چیزی بخوای. دیدی غم دست خنده ها دنیامو خالی میکنه، اما ببین باشقی آدم چه حالی میکنه. یه جوری تو قلبم گم شو که دسته هیچ کسی بهت نرسه، یه کاری یه راهی یه جوری که من فقط دست خودم برسه. یه جوری تو قلبم گم شو که هیچ کسی دیگه پیدات نکنه، آخه تو رو هر کی میبینه نمیشه یه عمری نگات نکنه. خب ادامه بدیم. بله الان اوکی شدی؟ بله بله خدا رو شکر خیلی بهتر هستم. دوستان دیگه بعضی موقع پیش میاد نمیشم گاریش کرد. بعضی موقع جلوی دوربین نشسته تا زلزله میاد سخت میاد پایین. دیدم که بعضی موقع واقعا اتفاقات خیلی جالب میفته تو برنامه زنده، هر اتفاقی ممکنه بیفته واقعا. بله میدونیم. خب این بحث رو جمعش کنیم، به قول معروف فقط یک گوش زدی بود. بله. به دوستان که یه مقدار حواسمون باشه که با حرفامون دیگرون رو نرنجونیم. دقیقا همینه. آره. خب برگردیم به کار شما ببینیم. بله دوستان عزیز که بیننده برنامه ما هستن،
شاید خیلی باشن جدید وارد شده باشن، من سر خودم رو معرفی کنم. من غزاله جانپناه با بیش از 30 سال سابقه در امور سوشال سکیوریتی و پابلیک سوشال سرویس و ایمیگریشن در خدمت شما دوستان عزیز هستم، که اگر که شما سوالی یا مشکلی در رابطه با اداره سوشال سکیوریتی، پابلیک سوشال سرویس، گرفتن بیمه های مدیکال، گرفتن بیمه های مدیکر، گرفتن سیتیزنشیپ، گرفتن ویزا برای خودتون، برای خانوادتون، همسر، فرزندان، یا از طریق نامزدی یا از طریقای سرمایه گذاری، و اگر که خلاصه کاری در امور مهاجرت دارید، من با کمال میل در خدمت شما هستم و از سالها سابقه کار من در این امور میتونید استفاده کنید. شما وبسایت چیزی دارین که بتونن کار شما رو ببینن؟ نگاه کنین، وبسایت متاسفانه من هنوز اینقدر چی میگن هنوز اولد اسکولم، و چون خیلی ایرانی ها هنوز زیاد وارد نیستن، بیشتر سوال میکنن و حقیقتا کسانی که مصطفی و کلاینت های من کسایی هستن که نزدیک 65 or 60 هستن و کسانی هستن که اینش از ایران تازه اومدن، از ایران تازه اومدن و این چیزی نیست که نمونه کار من رو ببینن و چیزی هست که من در واقع باید سرویسی هست که باید بهشون در ادارات بدم و بیشتر سوال دارن، بیشتر مشکل دارن، بیشتر میخوان با لایف صحبت کنن و نظر رو بپرسن و ببینن آیا کاری میشه براشون انجام داد. بیشتر به این صورت کیسا هست، در واقع سرویس من هست اینه که من زیاد چی میگن علاقه من نشدم که برم وبسایت رو تهیه کنم. وبسایت معمولا بیشتر برای کسایی خوب هست که دارن مثل کارهای آرت یا چیزهایی هست که ارائه میدن، محصولاتی رو که دارن رو اداره میدن، و من چون کارم بیشتر سرویس هست، در واقع word of mouth و اینی که دوستان و عزیزانی که با من سالهاست کار کردن، کار منو میدونن، منو میشناسن و با سوال، با در واقع تلفنی که به من میزنن و از من مشاوره‌ای میگیرن و این مشاوره ها تماما رایگان هست، متوجه میشن که آیا من واقعا واجد این شرایط هستم که بتونم بهشون کمک کنم یا نه. و چیزی رو که خیلی بهش افتخار میکنم و خوشحال هستم که با وجودی که اکثر آفیس هایی که مشابه من دارن در شهر، در واقع در آمریکا دارن سرویس میدن، یک حق مشاوره ای رو از دوستان میگیرن. حتی زمانی هم که شما بهشون زنگ میزنید و میخوان تلفنی به شما مشاوره بدن، از شما کریدیت کارت میگیرن یا چک میگیرن، یا خلاصه به یه صورت میخوان که قبل از مشاوره در واقع اون حق مشاوره رو از شما بگیرن. ولی من استیل اولد اسکول هستم و استیل همون مدل سابق هستم که زنگ میزنید با هم دوستانه مشاوره میکنم بدون هیچ گونه چارجی. اگر مشکلی داشتید یا اگر کسی بود که تونستم در خدمتتون باشم، در اون صورت در خدمتتون خواهم بود. در غیر این صورت شما هیچ گونه وچی رو نمیپردازید و به قول معروف چی میگن free of consultation و راحت میتونید مشکلاتتون یا مسئله یا موضوعی رو که در موردش اینترست هستید بدونید. حتی برای آینده کاری خودتون میتونید در واقع به من تماس بگیرید و اجازه بدید که در خدمتتون باشم و 30 سال سابقه کارم در این موارد با شما مشاوره‌ای داشته باشم و امیدوارم که بتونم در خدمت شما عزیزان باشم. چیزی رو که امروز باز میخواستم در موردش بیشتر برای دوستان صحبت کنم این هست که کسانی که روی SSI هستن این رو توجه داشته باشن که الان سوشال سکیوریتی واقعا خیلی داره کنترل میکنه رفتن و اومدن رو، و میبینید که تا اینکه فرد از کشور خارج میشه براشون یک
در واقع نامه میاد و اینها رو برای مصاحبه برای چند روز آینده دعوت میکنن که ببینن در واقع یک چکینگی کنن این افراد رو. و میخوام بهتون بگم که لطف کنید اگر که روی SSI هستید و میخواید که از کشور خارج بشید، حتما اطلاع بدید، حتما به سوشال سکیوریتی زنگ بزنید. و در واقع چند ما میتونن خارج از آمریکا باشن؟ میتونن 29 روز از کشور خارج باشن. بعضی اینایی که الان من میشناسم بعضی از افراد رو ولی میرن مثلا 6 ماه اینجا نیستن برمیگردن، دیگه داره کم کم تموم میشه دیگه واقعا الان دیگه داره کم کم از این جورایی که افراد میرن و مدت طولانی خارج از آمریکا میمونن و همین جور، چون ولی باز میگیرن. بله، اینها نگاه کنید شاید بیشتر از 20 و چند میلیون نفر هستن در آمریکا که دارن از بنفیتس های دولتی در کل آمریکا زندگی استفاده میکنن و بستگی به سوشال سکیوریتی آفیسی داره و در واقع که این افراد دارن زندگی میکنن. خیلی از آفیس ها واقعا اینقدر اینو شلوغ هستن و تعداد زیادی مراجعه کننده دارن که حقیقتا به کارهای روزمره خودشون هم خیلی خیلی سخت است که برسن تا اینکه بخوان بیان و کسایی رو که در اون حوالی یا در اون منطقه در اون بخش شهر زندگی میکنن رو مانیتور کنن. ولی بهتون بگم که الان دارن سیستمی رو در واقع اکثر سوشال سکیوریتی ها استفاده میکنن که میتونن شماها رو مانیتور کنن، رفتن اومدناتون رو از خارج و بهتون در واقع پنالتی بدن، فاینن پنالتی بدن، پولی رو که بهتون دادن رو ازتون پس بگیرن. میشه کسی دیگه جای این شخص بره بگیره مثلا؟ اصلا نه. اصلا نه، این بنفیتس برای یک هر شخصی هست، حتی زن و شوهر هم نمیتونه در واقع برای همسر دیگرش این کار رو انجام بده. نه، این حقوق برای فرد خصوصی هست و اگر که قصد مسافرت دارید حتما این رو بهتون روشزد میکنم که به سوشال سکیوریتی شما در کمتر از 10 روز قبل از مسافرتتون اطلاع بدید، چون که واقعا اینا رو قطع میکنن، با اتون هم هیچی شوخی ندارن و مخصوصا بیمه های مدیکل اند مدیکر شما باعث مشکل میشه. پس اگر که زیر این بنفیت هستید، سعی کنید اگه مسافرت میکنین زیر 29 روز باشه، یعنی زیر 29 روز برگردید که اصلا هیچ احتیاج نداره که به اون بنفیت شما قطع بشه یا هیچ گونه مشکلی براش پیش بیاد. اگر بالای این مقدار میخواین از کشور خارج باشید، حتما زنگ بزنید به من و من کمکتون میکنم که در واقع به سوشال سکیوریتیتون اطلاع بدین که کی میرید، کی میان، زمانی هم که برگشتین. اگر اطلاع بدن بیشتر از 20 خونه میتونن هر مقداری، اگه اطلاع بدن هیچ مسئله نیست. یه فرد میتونه پولشون محفوظه؟ نه، پولشون، این پول اگر که SSI هست، یعنی Supplemental Security Income هست، این حقوق برای افرادی هست که در خاک آمریکا زندگی میکنن. زمانی که بیشتر از 29 روز از یک فرد از خاک آمریکا خارج میشه، دیگه این فرد نمیتونه این حقوق رو داشته باشه. اوکی. و هر زمانی که برگرده بعد از 30 روز از ورودش به آمریکا، دوباره میتونه این بنفیتس رو استارت کنه و بگیره. ولی زمانی که کار خارج از آمریکا هستن، نمیتونن، این حقوق غیر قانونیه که بگیرن. و واقعا کاری نداره خبر دادن. خب پولش مهم هست که خب خیلیا میان این پولا رو میگیرن و اطلاع نمیدن به خاطر اینکه میخوان در واقع یک نوع چیتینگی به سوشال سکیوریتی داشته باشن. بله. و کار قبلن ها سیستم یه جوری بود که واقعا گفتن حالا برید پاستون رو بیارید، حالا پاس ایرانیتون رو بیارید، حالا اینو بیارید، حالا اونو بیارید. ولی الان خیلی راحت رفتن اومدن ها رو بهتر از خودشون بهشون اطلاع میدن، میگن شما در چنین روزی رفتید و در چنین روزی برگشتید و به هیچ عنوان نمیشه به اینها دیگه مثل قدیم در واقع چیت کرد. اینو برای دوستان میگم، پس بهتر هست قبل از اینکه شما بخواید وارد مشکلی بشید خودتون برید و
داوطلبانه این کار رو انجام بدید. اگر نمیتونین، مسافرتی دارید، میتونین به من زنگ بزنین، اجازه بدین در خدمتتون باشم. در واقع اینو برای شما چکینگ و چکاوتتون رو از آمریکا رو من هندل کنم براتون و در خدمت شما دوستان باشم که خدای نکرده بیمه های مدیکلتون یا بیمه های مدیکلتون به پرابلمی بر نخوره، مشکلی براش ایجاد نشه. اینها معمولا فریز میکنن روی اون بیمه رو، قطع نمیکنن، فریزش میکنن تا این فرد برگرده. ولی زمانی که شما بیخبر میزنید میرین، دوباره برگشتن به اون سیستم اول و در واقع اینا تمام بنفیتس شما رو کات میکنن و همه رو، چه بیمه های مدیکل و مدیکرتون و چه حقوق رو کات میکنن و شما دوباره بخواین وقتی برمیگردین باید استارت آل اوور اگین کنین. ولی اگر که اطلاع بدید به خیلی زود و سریع تمام بنفیتستون بعد از برگشتتون سر جاش میاد و شما میتونید دوباره کم آف سابق از بنفیتس های دولت استفاده کنید. هیچ چیزی بهتر از صداقت نیست و آنستی در کارتون. چرا؟ چون واقعا اون مقدار پولی رو که میدن شاید اینقدر مهم نباشه تا اینکه بیمه هاتون، بیمه ها خیلی 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 مهم هست، مخصوصا برای کسانی که بالای سن 65 سال قرار دارن و واقعا بیماری و مشکلات هم که میدونید خبر نمی کنه. یه دفعه بله یه دفعه right away اصلا نمیگه چه ساعتیه، چه وقتیه، چه جوریه، یه دفعه میادش. هیچ گونه کارت تبریکی یا کارت تولدی من آمده همی برای هیچ کس نمیفرسته. دقیقا همینه. بله. ما متاسفانه به آخر برنامه رسیدیم. بله خواهش میکنم. اگر چیز مهمی واقعا وجود در 2 دقیقه میتونین خلاصه کنین بگیم. چیز مهم این است که واقعا هیچ چیزی در زندگی مهمتر از سلامتیتون نیست. هیچ چیزی در زندگی مهمتر از آرامش فکر و روحتون نیست. خودتون رو دوست داشته باشید، به سلامتتون اهمیت بدید و از خودتون و از دیگران مواظبت کنید. انشالله که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. هفته دیگه تانکسگیوینگ هست. در ضمن در واقع هوملس ها، آدم های بی پناه و سک های بی پناه و انسان های بی پناه رو هم در بین این مشکلات زندگیتون از یاد نبرید. اگر که چریتی دارید، اگر که واقعا قصد کمک به کسی رو دارید، مردم کشور خودمون و سک های کشور خودمون و مردم کشور خودمون واقعا از هر جای دیگری نیازمندتر هستند. قربون شما، روز و شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.